این بار دارم در حال آماده شدن برای ماهیگیری در کشور مکزیک هستم. همجور که میبینید من در حال بافت پشه‌های مورد نیازم برای این سفر هستم. وقتی بدون هیچ تجربه قبلی به یک کشور ناآشنا برای ماهیگیری میری، هزاران سوال میاد تو ذهنت. اصلا هیچ ایده‌ای نداری که چه اتفاقی قراره بیفته، فقط خودتو آماده میکنی که به مقصد برسی. تجربه های قبلی که داشتم به هم میگفت که تو چه پشه‌هایی احتیاج داری و اون پشه‌ها رو داشتم آماده میکردم. قبل از رفتن به مکزیک باید محل کارم مرخصی میگرفتم، ولی متاسفانه چون به مدت یک ماه من مرخصی نیاز داشتم، تو اون جایی که کار میکردم به من مرخصی ندادم و مجبور شدم کارم رو رها کنم. وقتی که ماهیگیری در اولویت باشه این اتفاقا میفته، ولی خب من هیچ وقت پشیمون نشدم که این کارو کردم و کارو رها کردم و برگشتم خونه و لوازم ماهیگیریمو جمع کردم و به سمت هدفم رفتم. خوبی زندگی مجردی به همینه، تمام وقتت برای خودت و هر کاری دوست داشته باشی میتونی انجام بدی. تو این یک ماه فرصت زیادی داشتم که بتونم همه چی رو کشف کنم. سرزمین‌های ناشناخته، روش‌های ماهیگیری و هر چیزی که نیاز داشتم. وقتی که به مکزیک رسیدم، اولین چیزی که برام خیلی جالب بود طلوع و غروب‌های خورشید بسیار زیبا با ساحلی بسیار زیبا و مردمان خونگر. برخلاف شهرهای کانادا، شهرهای پر جنب و جوش و مردمان شاد می‌دیدم. از نظر فرهنگ و طبیعت خیلی شبیه شهرهای جنوبی ایران بود، برای همین حس خیلی خوبی داشتم. مردمان مکزیک به زمان اسپانیش صحبت میکردن، فرهنگی بسیار جالبی داشتن، مخصوصا غذاشون، غذاهای خیلی خوشمزه‌ای داشتن. من روز اول مشغول قدم زدن در ساحل شدم. خیلی جالبی که از ساحل میدیدم ماهیهای مهاجم به ساردینا حمله میکردن و ساردینا توسط پرنده‌ها شکار میشدن. این حس خیلی خوبی به من میداد که میتونم ماهیگیری خیلی خوبی اینجا داشته باشم. مکزیک جای خیلی خوبیه برای زندگی، ولی متاسفانه تورم تو این کشور خیلی زیاده و پولش بی‌ارزشه. برای همین زندگی تو این کشور کمی میتونه سخت و مشکل باشه. همجور که در شهر در حال قدم زدن بودم، خیلی جالب بود برام. در یک بار یک عکس دیدم، عکس شهربانو آخرین ملکه ایران. صاحب بار میگفت که سلکشنی از تمام ملکه ها رو داره. من روز دوم شروع کردم به ماهیگیری. خب برای ماهیگیری من یک ساحل صخره‌ای رو انتخاب کردم برای شروع. خب با خودم میگفتم که امکان داره که بچه ماهی دور این صخره زیاد باشن و ماهی مهاجم برای صید اونا بیان. برای همین شانس دارم که ماهی خیلی خوبی اینجا بگیرم. برای همین سعی کردم که روی صخره را برم و خودم رو به اون جلو برسونم. نمیدونستم اینجا جای امنیه برای ماهیگیری یا نه، ولی خب میخواستم امتحان کنم و سعی تلاشم کنم که بتونم ماهی بگیرم. من برای ماهیگیری ساحلی از چوب شماره 8 استفاده میکردم با استفاده از پشه هایی که مهمترینشون کلوزر مینو بود، رنگ شارتروز. همجور که میبینید اون صخره آماده ماهیگیرم، ولی خب متاسفانه جای امنی برای ماهیگیری نبود. امواج خیلی بلند، یعنی امواجی که دریا طوفانی نبود، ولی امواج کنار ساحل خیلی بلند بود. یه جورایی میگن موجای مکزیکی، دقیقا این منظورشون همین چیزاست. من جامونو عوض کردم و یه ساحل شنی رفتم و اینجا که خب در حال ماهیگیری بودم، دوباره ناگهان موجای مشهور اومد و منو کله پا کرد. خب برای شروع بد نبود، من دوباره به یه ساحل دیگه رفتم، اونجا فلای فیشینگ دوباره کردم، یه دونه نیدل فیش گرفتم. برای شروع خیلی خوب بود، نوید از یک ماهیگیری خیلی خوب بیداد. چون من اصلا برای مهم نبود که چه ماهی میگیرم، فقط مهم بود که با فلای فیشینگ اونجا ماهیگیری کرده باشم. من در ماهیگیری از نخهای فول سینگ استفاده میکردم، نخهایی که زیر آب فرو میرم و بعد از هر پرتاب یک زمانی صبر میکردم که پشه به زیر آب بره و اونو با آخرین سرعتی که میتونستم جمع میکردم. کسایی که توی آب شور ماهیگیری کردن، فلای فیشینگ کردن، میدونن که این جمع کردنهای سریع چقدر تأثیر داره توی ماهیگیری. من به همراه خودم یه چوب کلاس 8 آورده بودم، یه کلاس 12 برای زمانی که اگر قسمت شد برم روی دریا ماهیگیری کنم، و یه چوب کلاس 9 هم آوردم، گفتم شاید تو ساحل ماهیای بزرگ باشه، ولی خب بیشتر از کلاس 8 استفاده کردم.
من جامو عوض کردم و این بار روی اسکله رفتم برای ماهیگیری. همجور که میبینید دارم استریپ بسیار سریع میکنم، چون برای اینکه بتونید با فلای فیشین تو دریا ماهی بگیری توی آب شود باید حتما جمع کردنتون خیلی سریع باشه. فقط حرکت خیلی سریع پشه است که ماهی ها رو خیلی تحریک کنه. یه ماهی خیلی عجیب غریب گرفتم که تمام نخ فلایمو دیدید که دور خودش چرخوند و دوباره ماهیگیری شروع کردم. این بار یه ماهی سنگین تر گرفتم، نمیدونستم چه ماهیه، ولی وقتی که ماهی رو بردم بالا باورتون نمیشه چه ماهی بود. یه دونه پاپرفیش بود، بادکنک ماهی. خیلی جالب، من نمیدونستم که ماهی به پشه حمله میکنه. ماهی رو بردم بیرون با تعجب و خیلی با احتیاط من قلاب از دهن اون ماهی در بردم و بعد رهاش کردم مثل تمام ماهی های دیگه. وقتی که توی آب شور ماهیگیری میکنی هیچ وقت نمیدونی ماهی بعدی چیه. من یعنی باورتون نمیشه 8 تا 9 تا ماهی گرفتم، هیچ کدوم شبیه هم نبود، ولی خب همه جوری ماهیگیریمو ادامه دادم. این سری باز دوباره یه ماهی دیگه گرفتم با یک ماهی متفاوت دیگه. این سری یه دونه جش یا جک خیلی کوچیک گرفتم. گرفتن این ماهی‌ها لذت داشت، ولی خب ماهی هدف من نبود. این چیزا فقط برای اینکه بتونم وقتمو توی ماهیگیری بگذرونم انجام دادم. هم با یه چارتر فلای فیشینگ تماس گرفتم و با اونا برای ماهیگیری به دریا رفتم. این بار برای ماهیگیری خیلی متفاوت بود. من از چوب کلاس 12 یه چوب خیلی سنگین استفاده کردم، چون می‌دونستم که می‌تونیم ماهی‌های خیلی بزرگ بگیریم و پشه‌هایی که بافته بودم و الان باید امتحان می‌کردم. این مینوی که می‌بینید یکی از مینوی مردلاقه‌ای که بافته بودم بر اساس ماهی‌های ساردین این دریا بافته بودم. یک جای مناسب رو ما پیدا کردیم و من شروع کردم به پرتاب کردن. البته خب قبل اون خیلی ماهیگیری کرده بودم و ناموفق، ولی خب اینجا ما تونستیم موفق شدیم که یک ماهی خیلی خوب صید کنیم. این ماهی بود که من دنبالش بودم، این همونی بود که من براش اومده بودم، یک ماهی جک بسیار بزرگ که فکر کنم این ماهی رو تو ایران بهش جاش میگن. خب ماهیگیری خیلی لذت داشت و من تونستم اولین جش رو بگیرم. همجور که ببینید آزادش کردیم، باز رفتیم سراغ ماهی دوم و همجور ماهی سوم و چهارم. واقعا فلای فیشینگ اینجا لذت داشت، واقعا لذت داشت، نمیتونم توصیف کنم. ماهی های یکی پس از دیگری صید میشدن، ماهی های بسیار قدرتمند. واقعا جاش یکی از ماهی های قدرتمند یکی میشه با فلای فیشینگ صید کرد. چقدر لذت داره هدفی که داری بهش برسی. هدف من همین ماهی ها بود، همین سفر، همین ماهی هایی که گرفتیم. واقعا بهتر از این نمیشد. از اون زیباتر رهاسازی ماهی ها یکی پس از دیگری بود. واقعا زیباست وقتی که ماهیگیری به یه رهاکن انجام میده. خب بعد از سفر ما برای جشن گرفتن به یک فروشگاه تکیلا رفتیم. همونجور که میبینید تکیلا یکی از سوغات های اصلی کشور مکزیک. قوت نبود که تو این سفر ما هم یه امتحانی کرده باشیم. و در ادامه با برای گردش به یکی از جزیرهای دورافتاده مکزیک رفتیم که جای خیلی زیبایی بود. اینجا معمولا خود مکزیکی‌ها میان و توریست‌ها زیاد نمیان. ما با دوستای مکزیکیمون اومدیم که واقعا خیلی خوش گذشت. دوستان عزیز، یه سفرنامه دیگه به پایان رسید و من باید با شما خداحافظی کنم. فقط قبل از اون اگر دوست دارید که همچین سفرنامه‌های ماهیگیری من درست کنم، حتما تو کامنت‌ها به من بگید. تشکر.